با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم. خدمت شما هستم دوستان. ما این کلیپ کوتاه خواهد بود. پیش زمینی هست برای سه کلیپ بعدی که در رابطه با صحبتی که تو فرودگاه کردم و جالبه که دوستا اکثرا نه، یه تعداد خیلی کمی حرفا رو کامل گوش نمی‌کنن. بعضی هم تون صحبت می‌کنم. آقا اون زمان موبایل نبود. شما میگی موبایل. من میگم هفته قبل، سه روز قبل. حالا اشکال نداره. و اهمیت نداره، یعنی به قول معروف هر کس از زن خود شد یار من. اما یکی از مسائلی که این روزا خیلی زیاد شده و بیشترش هم عمدی و آمدی هست، یعنی کسی هستن که حرفه‌ای تو حکومت کار کردن، یه برای بچه اطلاعات میگن ما بین دو تا عکس و دیوار دعوا میندازیم. البته خوشبختانه این دفعه اینقدر ضعیف شدن، اینقدر ذلیل و خار شدن، اینقدر افول کرده و تو باداق دارن فرو میرن که حتی دعوا انداختنشون هم خیلی شلوبل آبکی شده. خودشونو باختن، رویشونو باختن، حقشون هم هست، باید هم ببازن. یه تعداد دوستان هم هستن که اینها رو گوش میکنن و میان آقا اینو اینجوری شما چرا انتقاد نمیپذیری؟ چرا؟ دوست عزیز الان وقت مبارزه است، نه مباحثه. چه نمیخواید قبول کنیم؟ ما داریم مبارزه میکنیم. اما وقت بحث و جدل و طلبگی و چینا نیست. وقت نداریم. وقتی کارا رو نداریم ما الان. بعدش من بارها گفتم، بازم تکرار کنم، من واسه خودم تو حکومت ها هیچی تعریف نکردم. هیچی. وگرنه همه تو راضی نگه میداشتم، با تو خوشوبش میکردم، با تو فرار میکردم. من حزبی ندارم، چیزی ندارم دوستان عزیز من. و اگه بلاکتون میکنم، شما من چیز دست نمیدم، شما از دست میدید. من به دهکار کسی نیستم، بارها گفتم اینو. من به دهکار مملکتم و ملتم هستم. اما شمایی که میدید در این موقعیت آقا بشینیم حالا ببینیم که یه قصه چی شد، این چیکار کرد، اون چی گفت. الان وقتی حرفا نیست، وقتی مبارزه حرفا نیست. تو جبهه جنگ مگه وقتی این حرفا است؟ اگر وقتی طرف این کارا بکنه بشه آقا چرا باید بجنگیم، چرا جلو، چرا عقب بریم؟ کلکت کنده است. کارت با کرم الکاتبین دوست عزیز محترم. نه شما انتقاد نمیپذیرید دوست من. الان وقتی انتقاد نیست، الان وقتی مبارزه است. انتقاد بذاره بعد از دوران گذر تموم که شد، بچه انتقاد بکن. بچه انتقاد با پیشنهاد، نه که انتقاد صرف. این 90% اونایی که انتقاد میکنن برای بچه تتمه اطلاعات و میخوان یه امیدواری به خودشون بدن. ولی منم محمدی هستم، نشستم با شما صحبت میکنم. من کسی هستم که اکثر شما رو خلاصه بزرگتون کردم دوست عزیز. قهر میکنم شما تو آینده فلان برید پیکارت برید آبتون رو بخورید، آبتون رو بخورید، آبتون رو بخورید. بچه تر از یرفا هستید. من کمتر به انتقاد جواب بدم اما بچه تر از یرفا هست. امشب با یه شعر شروع میکنم، با یه شعر از حافظ، با یه شعر تموش میکنم. میگه دلنشان شد سخنم تا تو قبولش کردی. آری سخن عشق نشانی دارد. در ره عشق نشد هیچ کس به یقین محرم راز. در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز. هر کسی بر حسب فکر و گمانی دارد. با خرابات نشینی ز کرامات ملاف. با خرابات نشینی ز کرامات ملاف. هر سخنی وقتی و هر نکته مکانی دارد. بعد دوستان خدمت شما عرض کنم که الان ما وقت مبارزه است، باید کار مبارزاتون انجام بدیم، اون بحثا میذاریم برای بعد. اما اون دوست محترمی که البته محترم که چه عرض کنم، به خاطر این محترم میشمارمش که آمده بعد از 82 سال سن داره یه سری حرفا رو میزنه و بعد مش کشوری که رفته باز با من تماس گرفته و خوشحال اسمشو نگفتم. البته حکومتی‌ها میدونن کی هست، خودشون اینا رو میشناسن، همشون هم میشناسن، اکثر طلبه ها رو به اسم میدونن، چون اینا خودشون میدونن همه هم کرده دارن میرن. اما مش یه خوردم شاید مشخصاتشون رو درست نگم به خاطر که تا زمانی که وقتش بشه. اطلاعات جالب تری من دادند. اما لپ مطلب اینجاست که من سه کلیپ خواهم گذاشت و یه چند پرده بالاتر خواهم زد از صحبت ایشون. وقتی این دفعه در بخش مختلف، در بخش اجتماعی، در بخش دینی، در بخش اقتصادی و در بخش‌های دیگه خرافات و امثالام که اینا قشنگ کار کردن. ولی یه جمله جالب گفت. گفتم چرا این کارا رو کردید؟
گفت ما این مملکت صاحب نداره، مملکت صاحب نداره. حالا بعد من صحبت خواهم کرد و با هم به جای میرسیم. اما چکیده این مطالب این روزا و اتفاقات این روزا رو میفته این هست که خامنه‌ای داره آماده میشه واسه جام زهر سر کشیدند با تمام وجود، چون بعد از اینکه حیثیت و آبوش رو بردند سر جریان خبرگان، سر جریان رهبری و سر جریان اینها و بازی پشت پرده و این مسائل، بالغ بر 90% حوزه های طلبه ها در حوزه های مختلف جامعه مدرسین همه اینها، البته از خامنه‌ای قانون بیشتر بعدشون میومد ولی بیشتر متنفر شدن که این 27-28 سال 30 سال رو بازی داده و ایشون اصلا شرایطی مثلا نداشته، مثلا انگار که رئیس اداری رو بذارن که مثلا اصلا شرایط کوچی شرایطی نداره. تمام کشور همین بوده، برای همین هم بوده. بعد یواشاش باز خواهیم که چه باج‌هایی دادن، چه کارهایی کردن که فردا یه اشاره کوچیک بهش میکنن. مثلا سال 1370 میگفت که هاشمی رفت قم. خوب دقت کن، چون هاشمی میگفت من اینو میذارمش به عنوان عمل اکله، میذارمش اینجا که مثلا باشه به رهبر، بعد خودم رهبر خواهم شد، مملکت میچرخون میفاد اینجا نشسته. هاشمی میره قم، بعد اونجا هاشمی کاری که میکنه مقدار زیادی افراد که تقاضا داشتن پول بهشون میده، از 5000 تومان تا 10000 تومان، اون موقع پول برای خودش خواب توجه بوده. دقیقاً چند روز بعدش خامنه‌ای میره اونجا بدل اینو بزنه، هر کس میگه تمام کسی که پول گرفتن لیستشو بیارید، 5 تا 10 برابر پول بهشون میده. و سپاه هم اینجوری تطمیع کرد، حقوقای بالا، امتیازهای بالا، مزایای زیاد داد که مثلا بیان طرفش و اونها هم به خاطر پول اومدن و به خاطر پول هم خواهن رفت. پس مگه دو روز کلیپ نخواهم گذاشت احتمالاً، مگه مسئله خاصی پیش بیاد. در مورد برجام دوستان خدمتتون عرض کنم که این کاری که آقای ترامپ کرد 100% به نفع ملت ایرانه، به نفع کشور ایرانه، نه به نفع آخوندا. اینو بعد توضیح خواهم داد خدمتتون، چون باز مستمسک به بهانه دست اینا میداد. اما اینقدر ذلیل شدن، اینقدر خوار شدن، اینقدر تو خودشون درگیر شدن که خارج از تصور شما هست، به جون هم افتادن حسابی، تن بدنش داره میلرزه در همه جناح و جبهه، در همه جا، همه جا، همه جا فرق نمی کنه، چون اینها کم کم به قول معروف فشار رو دارن حس میکنن، کم کم استخوانش داره خورد میشه و افشاگری زیادتری روزا خواهد شد، قطعا افراد دیگه در جاهای مختلف، و این نتیجه استقامت، پایداری و مبارزه ملت ایرانه. از اون دوستانی که گفتم تکرار میکنم انتقاد میکنن، الان وقت انتقاد نیست، وقت اتحاده، وقت مبارزه است. و اینی که مثلا مردم مال چی هستن، این شعر مال مولانا است که خدمت شما هستم، خیلی قشنگ مولانا میگه که هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. واقعا زیباست، مردم میخوان برگردن به اصل خودشون، به اون اصالت خودشون، به اون ریشه خودشون، اون عظمت خودشون، اون افتخاراتی که داشتند در زمان شاهنشاه آریامهر. مردم مملکت صاحب داشت، شاهنشاه در همه جبهه‌ها می‌جنگید، دقیقاً عین کسی که خانواده‌ای که پدر خانواده، مادر خانواده مرده باشه، نباشند کشور یا رفته باشند، بعد کسی که میاد این ناپدری نامادری، همین اتفاقی کشور افتاد، میگه مملکت محمدی صاحب نداشت، ما این کارا رو کردیم. این هیچ کی چی نمیگه، ما هر کاری میگه چی نمیگه، هیچی نمیگم. و اومدیم های فشار بیشتر کردیم و اینا فکر زندگی همینه. قبل از این شاه با چنگ و دندون از حق ملت رو دفاع میکرد، پدر دنیا رو در می آورد، ارتش کارش این بود. و اینا دیدن این مملکت بی صاحب گیرشون افتاده، ولی نمی‌دونستن که صاحبش داره برمیگرده، شاهزاده پری داره برمیگرده. و مردم، اون تعداد، اونایی که فکر میکردند اینها کسی هستند، البته مثال خود شاید خود خارج عرف باشه، اما میگن پسری بود دعا میکرد که خدا کنه مادرش بمیره، پدرش یه زن دیگه بگیره و اون زن دختری داشته باشه. بر حسب اتفاق پدره مرد، مادر شوهر گردن کلفتی کرد و خلاصه هم خدمت پسره میرسید، هم خدمت مادره میرسید.
میگفت چی فکر کردیم چی شد. و الان همه اون کسایی که در این جرم و جنایت شریک بودند و باعث آمده اینها شدند همشون پشیمانند. اما ارزشی رو داشت که خرافات و روحانیت و آخون جماعت این نژاد پلید و پست خائن بالفطره میشه از ایران کنده بشه. دوستان نمیدونید چه معجزه تا افتاده، نمیدونید چه اتفاق بزرگی افتاده، اتفاقی که دیگه آینده ایران اینا نخواهم بود. در این 30-40 سال چه کردن با ما؟ هر کاری کردن، آقا ترس بکر، آقا فران کرد، آقا یعنی مردم از راه اصلی از تفکر وا داشتند. من محمدی فقط یه هدف دارم، سوای مسئله آزادی مرکز، مردم به تفکر وادار بشن، به تعقل برسن، با خرد خودش کار کنن. و هر کس از زن خود شد یار من، هر کس از زن خود شد یار من، از درون من نجس اسرار من، نجس اسرار من. پیروزی خیلی نزدیکه، یعنی پیروزی دیگه در تموم شده است، چون حکومت من میدونم درون چه خبر هست. و مبارک همه باشه تا صدا کلیپ بعدی که شاید هم 4 تا بشه. صحبت این آقا دارم نوت برمیدارم، اما این دفعه بخش بخشش کردم که دوستان هر کس تو بخش خودش بدونه که اینا چه جور ما رو گیج کردند، چه برای سر مردم آوردند. و به قول خودش مملکت دیدیم بی صاحبن و ما هم که خلاصه. ولی آخر کار خیلی تلخه براشون، وحشتناک تلخه. ریشش از این مملکت زده میشه. هر جای دنیا هم که برند این یک موش آب کشیده برش میدونه برمیاد کشور. باید تا اون پس بدن، باید محاکمه بشن، باید در زندان هایی بمونه که همونجا بپوسند، چون غیر از این باشه عدالتی نیست. سنگ روی سنگ بند نمیشه. عزیز دید ایام بکن بزرگتان باش.